سرخط خبرها. حمله مرگبار داعش به بیمارستان سازمان پزشکان بدون مرز در کابل، دست کم 16 نفر کشته و 16 نفر دیگر زخمی شدند. رکورد شکنی نرخ طلا و ارز در ایران، دلار از 17000 تومان گذشت، قیمت سکه به بالاترین میزان در طول تاریخ رسید. برگزاری مراسم خاکسپاری کشته شدگان ناوچه کنارک، دلیل وقوع این سانحه همچنان مبهم است. و زندگی زیر نظر، دولت اسرائیل میگوید برای مهار کرونا است، بعضی ها نگران حریم خصوصی هستند. سلام، عصر بخیر. خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. در حمله گروه داعش به یک بیمارستان در کابل، دست کم 16 نفر کشته و 16 نفر دیگر زخمی شدند. سازمان پزشکان بدون مرز اداره زایشگاه این بیمارستان را به عهده دارد. پلیس کابل گفته چند مادر و کودک هم در میان کشته شده ها هستند. همزمان در ننگرهار در شرق افغانستان حمله به مراسم تشییع جنازه 24 نفر کشته و 68 نفر زخمی به جا گذاشت. سازمان ملل متحد این دو حمله را محکوم کرده. پیشتر نظر حبیب الرحمن پدرام، عضو مجلس نمایندگان افغانستان، را درباره این حملات پرسیدم. پس از گفتگوهای صلح آمریکا و طالبان و حالا مقدمه گفتگوهای صلح طالبان با دولت و مردم افغانستان، خوشبینی‌های بسیار زیادی در افغانستان شکل گرفته بود که متاسفانه این خوشبینی‌ها هر روز که می‌گذره داره رنگ می‌بازه. حوادثی که امروز اتفاق افتاد از دو حال خالی نیست: یا منشأ می‌گیره از اختلافات درونی طالبان، همونطوری که قبلاً هم خبرهای درس کرده بود، شاخه‌های نظامی از درون طالبان مخالف گفتگوهای صلح هستند و بر نظامیگری تاکید دارند. امکان داره یک انشعابی از درون طالبان باشه و امکان هم داره که داعش در افغانستان دوباره سر برآورده باشه و چنین قدرتمندانه نمایش داده باشه، که این هم بعد دیگر قضایای تاریک افغانستان متاسفانه، قضایای بغرنج افغانستان روشن میکنه که اگر یک گروه افراطی میآید و در چارچوب نظام قرار میگیره، پتانسیل ایجاد یک گروه نظامی و ویرانگر دیگر همچنان در افغانستان متاسفانه وجود داره. ما به عنوان نمایندگان مردم متاسفانه هر روز شاهد جریحه‌دارتر شدن مردم افغانستان در سر تا سر 34 ولایت افغانستان هستیم و متاسفانه این وضعیت پریشان همچنان ادامه داره. شما به عنوان نماینده مردم چه درخواستی از دولت دارید؟ اینکه متوقف بکنه مذاکرات رو با طالبان؟ ببینین، متاسفانه حکومت افغانستان از آغاز گفتگوها، از آغاز مذاکرات با طالبان، اختیار عمل چندانی از خودش نشان نداده و متاسفانه استقلال لازم را هم نداره. فعلا گوی سبقتر طالبان چه در میدان دیپلماتیک و چه در میدان نظامی از حکومت افغانستان گرفتن و حکومت افغانستان متاسفانه با مردم و ملتش صادقانه برخورد نمیکنه. چون این حوادث نشان میده که نه حکومت تانسته در میدان دیپلماتیک طالبان را قانع بکنه و نه در میدان نظامی و امنیتی تانسته اونا را در کنترل بگیره. حبیب الرحمن پدرام بود، عضو مجلس نمایندگان افغانستان. ما در افغانستان، وزارت صحت میگوید در شبانه روز گذشته 281 مورد تازه کرونا در این کشور شناسایی شده. وحید مجروح، معاون این وزارتخانه، گفته با شناسایی موارد تازه اکنون شمار بیماران کووید 19 در افغانستان به 4963 نفر رسیده که از این عده 127 نفر جان باختند و 610 نفر بهبود یافتند. وزارت بهداشت ایران از شناسایی 1481 مورد جدید ابتلا به بیماری کووید 19 و مرگ 48 نفر دیگر در 24 ساعت گذشته خبر داد. مجموع جانباختگان این بیماری در ایران بنابر آمار رسمی به 6733 نفر و مجموع بیماران به بیش از 110000 نفر رسیده. کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، گفته در 24 ساعت گذشته در 14 استان هیچ بیماری فوت نکرده و در 5 استان هم فقط یک نفر
فوت کرده. او آماری از مبتلایان و موارد مرگ در استان خوزستان اعلام نکرده، ولی گفته وضعیت استان خوزستان کماکان نگران کننده است. قیمت طلا در ایران رکورد شکست. امروز هر سکه بهار آزادی در بازار به 7,200,000 تومان رسید. همزمان با طلا نرخ ارز هم در هفته‌های گذشته در ایران بالا رفته و امروز هر دلار آمریکا در بازار تهران 17,000 تومان فروخته شد که بالاترین رقم از پاییز 1397 است. گمان می‌رود بالا رفتن قیمت جهانی طلا، کاهش قیمت نفت و افزایش نگرانی از کسری بودجه دولت باعث از دلایل اصلی گرانی ارز و سکه در ایران باشد. آرش حسنیا روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ به ما پیوسته. آقای حسنیا، آنچه که شاهدش هستیم به نظر شما دلیلش چیه و آیا ادامه خواهد داشت؟ خب دلایل مختلفی رو براش برمی‌شمرند، از جمله کسانی که تحولات بازار ارز در یک هفته گذشته رو دنبال می‌کنن، گوشه چشمی هم به تحولات در بازار سرمایه بورس ایران دارند که امروز پس از هفته‌ها رکوردشکنی منفی بود. به نوعی این ارتباط رو برقرار می‌بینند بین بازارهای موازی و اینکه اساساً یک بازار از بازارهای موازی نمی‌تونه فاصله خیلی زیادی از نظر بازدهی و تحولات با دیگر بازارها بگیره و دیر یا زود این بازارها همدیگر رو پیدا می‌کنن و هماهنگ میشن با هم دیگه. از طرف دیگه میشه حرکت نقدینگی به بازار ارز رو یک گوشه چشمی بهش داشت. به هر حال حرکت این نقدینگی به هر بازاری نشون داده که میتونه منشأ تحولات قیمتی و نوسانات قیمت بشه. از طرف دیگه اگر سیاست‌های بانک مرکزی رو هم به عنوان بازارساز و عامل اصلی بازار در نظر بگیریم، میشه تصور کرد که سیاست‌های بانک مرکزی که همزمان با افزایش قیمت در بازار آزاد قیمت‌های رسمی رو هم افزایش داده، یکی از دلایل این موضوع عنوان بکنیم. و از جمله این که همیشه در مقاطعی که ما شاهد افزایش قیمت ارز بودیم، دولت‌های مختلف متهم به این بودن که برای تأمین منابع ریالی خودشون چندان مخالفتی با کنترل قیمت ندارن و از افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد ارز سود میبرن. این اتهام رو همیشه دولت‌ها رد کردن، اما همیشه به عنوان یک عامل و یک اتهام مطرح بوده. شما به سیاست‌های بانک مرکزی اشاره کردید. دولت حسن روحانی در دوره‌های گذشته، در طول 2-3 سال گذشته، چندین بار حداقل بانک مرکزی به نظر میرسه موفق شده که قیمت ارز رو مهار بکنه. این بار اما اونطور که گفتین عملاً بانک مرکزی هم به نظر نمیرسه که علاقه‌ای به این کار داشته باشه. بانک مرکزی سیاست متفاوتی رو این بار اتخاذ کرده. اینکه قیمت بازار آزاد و قیمت رسمی رو با افزایش قیمت‌های رسمی در صرافی ملی و دیگر بازارهایی که به هر حال بازار رسمی‌تری تلقی میشن افزایش داده که این فاصله بازار کم بشه، که خب از نظر کارشناسان اقتصادی اتفاق خوبیه برای اینکه محدوده نوسانگیران و محدوده سفت بازار رو کاهش میده. اما عملاً این افزایش قیمت رسمی کمکی به کنترل قیمت در بازار آزاد نکرده و اون رو متوقف نکرده. همزمان اون هم بالا رفته، به طوری که متوسط یک ماهه قیمت دلار در اردیبهشت ماه امسال حتی از میانگین تاریخیش هم بالاتر هست. اگرچه ما شاهد افزایش قیمت در مهر ماه سال 97 تا 19,000 تومان بودیم، اما میانگین یک ماه هرگز بالاتر از 16,200 تومان که در این 23 روز تجربه کردیم نبوده. ممنون از شما آرش حسنیا، روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ. مراسم خاکسپاری 19 تن از پرسنل ناوچه کنارک نیروی دریایی ارتش ایران برگزار شد. آنها 2 روز پیش در اثر اصابت موشکی که ناو جماران نیروی دریایی شلیک کرده بود کشته شدند. 15 نفر دیگر هم زخمی شدند. بعضی منابع خبری با استناد به توضیحاتی که ارتش منتشر کرده، دلیل اصلی این حادثه را انحراف موشک و هدفیابی اشتباه عنوان کردند. تحقیقات همچنان ادامه دارد. جزئیات بیشتر در گزارش محمد امین. پیکر مطهر 19 شهید صنایع دریایی شنبر کنارک تشییع شد. مراسم خداحافظی با قربانیان نیروی دریایی ارتش، به آنها لقب شهدای رمضان دادند. ارتش هنوز به طور کامل و رسمی نگفته چه اتفاقی افتاده. حادثه یک شنبه در جریان یک تمرین نظامی رخ داد در آبهای نزدیک چابهار. گفته می شود که ناوچه پشتیبانی کنارک هدفی را که قرار بود یک موشک سطحی نابود کند به نقطه مورد نظر منتقل کرد، ولی موشک نور که ساخت ایران است به جای زدن هدف از مسیر خود منحرف
و ناوچه کنارک را در فاصله حدود 25 کیلومتر آن طرفتر هدف قرار داد. این موشک از ناو جماران شلیک شده بود. ولی در ویدیویی منسوب به ارتش ایران گفته شده که بخش جستجو کننده موشک یا سیکر به جای هدف ناوچه کنارک را به اشتباه به عنوان هدف اصلی انتخاب کرده، چون سطح راداری ناوچه کنارک از هدف اصلی بزرگتر بوده. بعضی منابع خبری از جمله تلویزیون ایران هم دیروز به نزدیک بودن ناوچه کنارک به هدف تمرین نظامی اشاره کرده بودند. سه روز بعد از حادثه ارتش تقریبا به غیر از گفتن اینکه ماجرا یک سانحه بوده در بین آب‌های چابهار و جاسک اتفاق افتاده و تحقیقات در جریان است رسما چیز خاصی نگفته. بعضی مقامات نظامی و سیاسی در این میان دلنوشته‌هایی منتشر کردند. حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خطاب به حسن روحانی پیام داده که این حادثه قابل قبول نیست و باید پیگیری شود، در حالی که نیروهای مسلح ایران تحت فرمان آیت الله خامنه ای هستند. چنین سوانحی تحقیقات جدی می طلبند، هم به خاطر شلوغی آبهای جنوب ایران و تردد شناورها و هم به خاطر فضایی که تنش فزاینده با آمریکا و متحدانش در این منطقه به وجود آورده. تا اینجای کار مشخص است که شناورهای درگیر در ماجرا هر دو به نیروی دریایی ارتش ایران متعلق بودند. میماند احتمال دستکاری و جنگ الکترونیک و انحراف عمدی موشک. رسیدن به نتیجه درباره این احتمالات زمان بر است، ولی زمان وقوع این سانحه کمتر از 6 ماه بعد از سرنگون شدن یک هواپیمای مسافربری بر فراز تهران با شلیک موشک‌های سپاه اعتبار ارتش را زیر سوال برده. ارتشی که با توجه به ساختار و سابقه تاریخیش قاعدتاً باید نظم و دقت بیشتری داشته باشد. دریادار خانزادی، فرمانده نیروی دریایی ارتش، هم در مصاحبه‌ای فقط گفت همه ما در صفحه شهادتیم برای کشور. سوال اینجاست که در نبرد با دشمن یا با آتش خودی؟ محمد امینی، بی بی سی. نگاهی دوباره بکنیم به مهمترین عناوین خبری روز. در حمله افراد مسلح به بیمارستان پزشکان بدون مرز در کابل دست کم 13 نفر کشته و 15 نفر زخمی شدند. نرخ دلار در ایران از 17000 تومان گذشت. قیمت سکه طلا هم به بالاترین میزان در طول تاریخ رسید. در ادامه این برنامه، زندگی زیر نظر. دولت اسرائیل میگوید برای مهار کرونا است، بعضی ها اما نگران حریم خصوصی هستند. مردم ولسوالی بلخ در شمال افغانستان میگویند در یک حمله هوایی نیروهای افغان 10 غیر نظامی کشته و 11 نفر زخمی شدند. ارتش میگوید به یک تجمع نیروهای طالبان حمله کرده. به گفته سپاه 209 شاهین در این حمله 17 عضو گروه طالبان کشته شدند و 13 نفر زخمی. حمید فهیم از بلخ گزارش میده. آتش خشم معترضان. میگویند آنهایی که در حمله هوایی کشته شدند طالبان نبودند، دهقانها بودند. معترضان خشمگین جنازه ها را با خود آوردند و شاهراه مزار شبرقان را برای چندین ساعت بستند. تیارا ما زد اونم یک بچه داشتون، بچه ما را کشت. ما سمنگان هستم، اینجا نیستیم. بچه ما کار غریبی میکرد، یک لای کاری میکرد، خشت کاری میکرد. کسی ده وقتی درو میامد درو میکرد. این وظیفه ما کل مردم میدانند. خود ما یک مویسفید با خود هیچ کار برا نمیدن. اینمی وقتی نان خوردن بود که تیارا آمد از خانه برا آمدن، اینمی از نماز آمد، اینمی زدن. وزارت دفاع و نیروهای ارتش در شمال کشور اما روایت دیگری دارند. ادعای طالبان مبنی بر تلفات افراد ملکی کاملا موضوع. میگویند که حمله علیه طالبانی بوده که مشغول ماینگذاری بودند. تمام افرادی که در این حمله هوایی کشته شدند خوشبختانه اعضای طالبان هستند که 17 نفر کشته شدند و 13 نفر دیگه هم زخمی و 3 نفر دیگه از اونا که امسوب در پوشش زنانه میخواستن وارد شهر شوند هم خوشبختانه توسط نیروهای دفاعی و امنیتی ما دستگیر شد. روایت ها از این حمله مانند سایر عملات اینچنینی متفاوت است. طالبان میگن نیروهای آمریکایی به گرد همایی قومی حمله کردند. برخی اما میگن قبل از حمله طالبان شماری از مردم را مجبور کرده بودند که در تخریب جاده سهم بگیرند. ادعی هم میگن قربانیان
گروهی از دهقانانی بودند که برای حشر عمومی آماده می شدند. حمید فهیم، بی بی سی، مزار شریف. با افزایش اعتراض ها به گزارش ها درباره اینکه مرزبانان ایران مهاجران افغان رو به رودخانه هریرود انداختند، وزارت خارجه ایران گفته چنین اتفاقی در تاریخ و منطقه اعلام شده اتفاق نیفتاده. به گفته عباس موسوی، سخنگوی این وزارتخانه، هیچ نوع مواجهه‌ای میان نیروهای ایران و شهروندان افغان رخ نداده. هیئت حقیقت‌یاب افغانستان اما میگوید که یافته‌های اولیه آنها نشان می‌دهد در حادثه‌ای که 10 روز پیش در منطقه مرزی دو کشور رخ داد، 10 نفر کشته شدند و 15 نفر دیگر ناپدید هستند. موج تازه کرونا در بعضی از کشورهایی که خروج از قرنطینه را آغاز کرده بودند نگرانی آفریده. کره جنوبی و چین که پیشتر موفقیت خودشون را در مهار ویروس کرونا اعلام کرده بودند، از موارد تازه ابتلا به این ویروس خبر می‌دهند. در لبنان هم امروز قرار است دولت دوباره درباره برقراری قرنطینه تصمیم بگیره. در روسیه از امروز خروج از قرنطینه آغاز شده و مردم به سر کارشون برگشتن، اما ساعتی پیش از این خروج بیماران مبتلا به کرونا در بیمارستانی در شهر سن پترزبورگ روسیه طعمه آتش شدند. جزئیات بیشتر در گزارش مهرداد فرهمند. تظاهرات حمایت از همجنسگرایان در پایتخت کره جنوبی، اعتراض به اینکه موج تازه ابتلا به کرونا در کشور به گردن همجنسگرایان انداخته شده. روش رهگیری کره جنوبی را در مهار ویروس کرونا نمونه و زبان زد کرد، اما کره‌ها 3 هفته پیش که پیروزمندانه قرنطینه را شل و تفریحگاه‌های شبانه را باز کردند، حساب این را نکرده بودند که خیلی از همجنسگراها هویت خود را آشکار نمی‌کنند و از چشم رهگیران دور می‌مانند. نتیجه این شده که حالا پلیس دوره افتاده تا 11,000 مورد مشکوک به کرونا را پیدا کند. همگی هم کسانی هستند که آخر هفته گذشته به تفریحگاه‌های شبانه همجنسگرایان رفتند. در جامعه‌ای که روی خوشی به همجنسگرایی ندارد، خشمی از همجنسگرایان در رسانه‌ها بازتاب یافته که نگرانی فعالان حقوق بشر را در سطح جهانی برانگیخته. در مغولستان چین، معروف به مغولستان داخلی که پشت دیوار چین از کانون ویروس به دور و از کرونا در امان مانده بود، ابتلا به این بیماری شناسایی شده. مورد هم از آن سوی دیوار به این سرزمین آمده. چینی‌ها که چندی پیش اعلام پیروزی بر کرونا کرده، نخستین کشوری شدند که از قرنطینه درآمد، حالا دوباره به دست و پا افتادند. می‌خواهند 11 میلیون جمعیت ووهان خاستگاه کرونا را دوباره آزمایش کنند. اژدهای کرونا بیمارستانی را به آتش کشیده که نام جرجیس یا گیورگی قدیس اژدهاکش بر خود دارد. در این بیمارستان در سن پترزبورگ روسیه دستگاه‌های تنفس مصنوعی چنان بی‌وقفه و با فشار زیاد کار کردند که سرانجام یکیشان اتصالی کرده و جرقه‌ای بیمارستانی را به آتش کشیده. دستگاه‌هایی که قرار بود جان ببخشند، جان 5 بیمار مبتلا به کرونا را گرفتند. این فاجعه درست ساعتی پیش از اعلام خروج روسیه از قرنطینه رخ داد. از امروز به دستور ولادیمیر پوتین مردم سر کارشان برمی‌گردند. آن هم در حالی که آمار مبتلایان به کرونا نه تنها کاهش نیافته، بلکه به یک بار در 24 ساعت بیش از 11,000 مبتلای تازه شناسایی شده. روسیه اکنون با بیش از 230,000 مبتلای شناسایی شده، پس از آمریکا و اسپانیا آلوده ترین کشور به ویروس کرونا به شمار می رود. شاید ولادیمیر پوتین از این رو دستور بازگشت به کار داده که کرونا آینده سیاسیش را به چالش نکشد. کرونا طرح او را برای تمدید ریاست جمهوریش به تأخیر انداخت. حالا هم بیکاری و رکود اقتصادی ناشی از قرنطینه میتواند کسانی را که قرار بود در همه پرسی به ادامه رهبری آقای پوتین رأی بدهند از صف هواداران او بپراند. روسیه نتوانست مانند کشورهای غربی به کسانی که معیشتشان را کرونا تعطیل کرده کمک کند.
برگ برنده ولادیمیر پوتین، بهبود اقتصاد روسیه و رونق کسب و کار در سایه امنیت آهنین او بود. اما ادامه قرنطینه می توانست این برگ را از دست او بگیرد. مرتضی فرهمند، BBC. اسرائیل میگوید یکی از دلایل اصلی کاهش شمار موارد روزانه ابتلا به کرونا تمرکزش روی پایش مردم است. دولت حتی به سازمان اطلاعات داخلی اجازه داده محل گوشی مردم رو زیر نظر بگیره. ولی این سیاست ها جنجال هم ایجاد کرده. گزارش تام بیتمن، خبرنگار BBC از بیت المقدس رو ببینید. این پناهگاه ضد بمب است. هرشی حالا اینجا کار میکند. کووید 19 زندگی همه را متحول کرده و شاید زندگی این عکاس مجالس عروسی را بیشتر از بقیه. میدونستم تکنولوژی چنین کاری وجود داره، اما وقتی برای خودم اتفاق افتاد گفتم وای، اونا دقیقا میدونن من کجام. در ماه مارس او پیامکی از دولت دریافت کرد که میگفت باید خودش را برای 2 هفته قرنطینه کند. پیش از آن اداره امنیت اسرائیل شیمبت مأمور ردگیری ویروس شده بود. به هرشی گفتند که به یک مبتلای کووید 19 نزدیک شده بوده. دلم نمیخواد دولت هر لحظه بدون من کجام. اما شرایط رو هم میفهمم. خیلی ها دارن میمیرن. بنابراین اگه این ابزاریه که دولت برای مقابله با این شرایط در اختیار داره، فکر کنم ارزشش رو داشته باشه. زندگی کم کم به روال عادی باز میگردد. اسرائیل میگوید تا اینجا در مهار ویروس کرونا موفق بوده و بخشی از این موفقیت را به عملیات نظارت و دسترسی بی سابقه به اطلاعات شخصی صاحبان تلفن‌های همراه نسبت می‌دهد. سراغ رئیس سابق بخش سایبری شیمبت رفتم تا درباره این عملیات بپرسم. او را قبلا فقط با نام مستعار مأمور هریس می‌شناختند، اما حالا از پشت نقاب بیرون آمده. برای اینکه شرایط خیلی حساس بود، نخست وزیر به شیمبت دستور داد که این کارو بکنه. چون که این قابلیتیه که در این نهاد وجود داره و میتونه زندگی آدم‌ها رو نجات بده، چه از خطر تروریسم و چه از خطر ویروس کرونا. اما او میگوید حالا وقتش رسیده که استفاده از این ابزار متوقف شود. ما باید با این ویروس زندگی کنیم و باید به زندگی عادی خودمون برگردیم بدون نظارت شیمبت. با آغاز قرنطینه آرون مجبور شد 2/3 کارکنان پیتزا فروشیش را بیکار کند. اما او که نظامی بوده میگوید ترجیح میدهد به جای اینکه زیر نظر شیمبت باشد کلن مغازه‌اش را تعطیل کند. اونا میخوان هیچ چیز خصوصی نداشته باشین. ببخشید اینجوری میگم، ولی وقتی من میرم دستشویی دلم میخواد تنها باشم. نمیخوام کسی منو بپاد. با این کار به کسی آسیب نمیرسونم. همه که تروریست نیستن. مخالفان این قضیه نگران گستردگی نظارت‌ها و امکان سوء استفاده هستند و این اقدام دولت را به دادگاه هم کشاندند. اما دولت می‌گوید نظارت و رهگیری جان خیلی ها را نجات داده و آن را قانونی و با نظارت نمایندگان پارلمان انجام داده. این ظاهراً شروع روند بازگشت به شرایط قبلیه، ولی هنوز خیلی مونده تا اوضاع عادی بشه. در این روند نظارت‌ها احتمالاً نقش کلیدی بازی می‌کنند و سوال پیش روی مردم اینه که برای بازگشت به شرایط عادی تا چه اندازه حاضرند این نظارت‌ها رو بپذیرند. تام بیتمن، BBC نیوز، یروشلم. مجلس ایران طرحی رو در دستور کار قرار داده که میتونه منجر به محرومیت کل ورزش ایران بشه. نمایندگان امروز 2 فوریت بررسی طرحی به نام مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی رو تصویب کردند. طرحی که مسابقه دادن ورزشکاران ایرانی با حریفان اسرائیلی رو ممنوع میکنه. ورزش ایران برای تفره رفتن از رقابت با حریفان اسرائیلی همواره از ترفندهایی مثل مصدومیت‌های مصلحتی یا باخت عمدی قبل از مسابقه با حریفان اسرائیلی استفاده کرده. در معروف‌ترین نمونه، پس از اینکه فدراسیون جهانی جودو به این نتیجه رسید که مسئولان ایرانی مانع از مسابقه دادن سعید مولایی با حریف اسرائیلی شدند، جودو ایران رو محروم کردند. پوریا جعفره همکارم اینجا در استودیو با ما هست. پوریا، طرح مسئله برانگیز و سوال برانگیزیه. چه جزئیات بیشتری میدونیم؟ مشکل این طرح اینه که یه طرح کلیه در واقع علیه اسرائیل که مجلس ایران میخواد که اینو تصویب بکنه، ولی در مورد ورزش تنها جاییه که ایران خارج از مرزهای خودش با
اسرائیل روبرو میشه، یا اینکه باید به نهادهای بین المللی پاسخگو باشه. شما میتونید این صحبت رو داخل ایران بکنید، ولی وقتی که حالت بین المللی پیدا میکنه اونجاست که درد سر ایجاد میشه. و قسمت دوم طرح هم یه جوری نقض غرضه، گفته که اگر که محروم شدن این ورزشکارا از تفره رفتن مسابقه با اسرائیل، دستگاه ورزش ایران باید بیاد برای اونها جوایزی، اولا جلوی محرومیتشون رو بگیره، و بعد اگه که مثلا از جوایزی دستشون کوتاه مونده اون جوایز رو براشون فراهم بکنه، که خودش هم یه مقدار غیر منطقی به نظر میرسه. مثلا مدال المپیک اگه که کسی نگیره که تو ایران نمیتونن اون رو جایگزین بکنن. ولی خب از یه طرفی هم واقعا اون سیاستی که تمام این مدت ایران داشته در مقابله با ورزشکاران اسرائیلی رو داره به صورت علنی و رسمی در میاره. عملا پیش از این که اصلا بخواد طرحی تصویب بشه، صحبت از این که به صورت رسمی صحبت کردن از این که ورزشکاران ایرانی مواجه نشن با ورزشکاران اسرائیلی، میتونه منجر به محرومیت کل ورزش بشه. بله، به خاطر اینکه مخالف منشور المپیک هست و اکثر فدراسیون‌های ورزشی در دنیا نگاه می‌کنند به اون منشور، زیر مجموعه از اون منشور هستند که باید به تمامی حریفان از تمامی کشورها احترام گذاشت و با همه مسابقه داد، و رعایت نکردن اون واقعا دست ایران رو ضعیف می‌کنه. توی همین دادگاهی که همین چند هفته پیش دیدیم در مورد خاص جودو، ایران رفتش به دادگاه، هنوز هم که داریم صحبت می‌کنیم جودو ایران محروم است از شرکت کردن در مسابقات بین المللی، و بحث‌های خیلی زیادی پیش اومد در مورد اینکه مثلا سعید مولایی داره دروغ میگه یا مربیان اون دارن دروغ میگن در مورد اتفاقایی که تو اون بازی‌های قهرمانی جهان در ژاپن افتاد، که خب الان در واقع یه تمام اون بحث‌ها هم میشه گفتش که زیر سوال داره میره، و دیگه کسی حرفی نداره که بخواد دفاع بکنه از این. و حتی اون رویکرد قدیمی که می اومدن مثلا مریض می شدن، دل درد می گرفتن، سرما می خوردن شب قبل از مسابقه، اونها رو هم دیگه حتی خریداری نخواهد داشت اگه که این به صورت رسمی در بیاد. ممنونم ازت پویا ژافه، هم کار اینجا در استودیو ما. اما یه خبر باور نکردنی از دنیای ورزش و بوکس حرفه‌ای. ویدئوی تمرین بوکس مایک تایسون 53 ساله است، قهرمان پرآوازه سابق سنگین وزن از آمریکا، که همچنان با مشت‌های آهنین و رعداسا ضربه میزنه و آماده بازگشت به رینگ. همین چند روز پیش حریف سابق 57 ساله‌اش یعنی ایوان هالیفیلد هم گفته میتونه در یک مبارزه نمایشی با تایسون که 15 سال پیش از ورزش حرفه‌ای خداحافظی کرد روبرو بشه. خدا هم بهش رحم کنه. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون از همراهیتون.